خط خبرها. گشایش صندوق وجهی توسعه زراعتی. عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزیران میگوید میکنیز در ساختن بخش زراعت از اولویت های کاری امارت اسلامی میباشد. حق درانه پخه قوی پالیسی چه افغانستان اسلامی امارت غوره کرده ده نن دنیا یو کبل سی بابا غواندی اعتراب کوی. خوشبینی معاون دبیر کل سازمان ملل از سفرش به افغانستان. Having women and girls caught in the crossfire, and it's really important we don't do that. We heard the stories. Amina Mohammad, معاون دبیر کل سازمان ملل میگوید ما در قسمت اجازه کاربان وان در نهادهای غیر دولتی پیشرفت هایی داشتیم. در بخش صحت و تغذیه نرمش در نظر گرفته شده، اما این کافی نیست. چین خواستار تامین امنیت شهروندان و نهادهای چینی در افغانستان. کینگ کانگ وزیر خارجه چین میگوید امارت اسلامی باید تدابیر قوی را برای تامین امنیت شهروندان و نهادهای چینی در افغانستان اتخاذ کند. چینگ کانگ زیاته کړه چې چین به د افغانستان حکومت سره خپل اقتصادي او انکشافي اړیکو ته دوام ورکوي. افزایش تنش میان ترکیه و سویدن. پس از سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم در شهر استکهلم پایتخت سویدن، تنش‌ها میان سویدن و ترکیه را به شدت افزایش داده است. سلام و وقت بر شما بخیر. به خبرهای این ساعت با من طیب صدیقی از یک خوش آمدید. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در مراسم گشایش محصولات تمویل مالی اسلامی صندوق وجهی انکشاف زراعتی میگوید جهان جایگاه امارت اسلامی را پذیرفته و در حال کوتاه آمدن در برابر سیاست و پالیسی حکومت افغانستان است. آقای متقی در این نشست همچنان بر پشتیبانی و همکاری جامعه جهانی و مردم از بهر رشد زراعت در کشور تاکید میکند. از سوی هم معاون اداری رئیس وزیران در این مراسم میگوید امارت اسلامی بر پشتیبانی از توسعه و پیشرفت ها در کشور متعهد است و میکنیز ساختن بخش زراعت هم از اولویت های کاری حکومت میباشد. همزمان سرپرست وزارت مالداری و آبیاری باورمند است که با ایجاد این صندوق و سرگیری فعالیت صندوق بخش زراعت در کشور رشد چشمگیر خواهد داشت. گشایش صندوق وجهی توسعه زراعتی. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در مراسم گشایش محصولات تمویل مالی اسلامی صندوق وجهی انکشاف زراعتی میگوید جهان جایگاه امارت اسلامی را پذیرفته و در حال کوتاه آمدن در برابر سیاست و پالیسی حکومت افغانستان است. نن الحمدلله تاسی د نړۍ په سطح وینئ چې ورځ په ورځ په نظریاتو کې د افغانستان په رابطه تغییر راځي او مثبت تغییر راځي. هغه درانه پخه قوي پالیسي چې افغانستان اسلامي امارت غوره کړې ده نن دنیا یو په بل سي په هغه باندې اعتراف کوي او بالاخره به افغانستان په نړۍ کې هغه خپل لوړ مقام ترلاسه کوي. آقای متقی در این نشست همچنان بر پشتیبانی و همکاری جامعه جهانی و مردم از بهر رشد زراعت در کشور تاکید می کند. دنیا له مختلف و هواد و سرم د زراعت په برخه کې خبری کړی دي، د اصلاحي تخمونو په برخه کې، د زراعتي دواو، د مالداری، د کلینیکونو په برخه کې مور سره بار بار مجالس کړی دي، وعدې ترلاسه کړی دي او میسته چې په دې برخه کې به نور پرمختګ هم وسی. از سوی هم معاون اداری رئیس وزیران در این مراسم میگوید امارت اسلامی بر پشتیبانی از توسعه و پیشرفت ها در کشور متحد است و میکانیزه ساختن بخش زراعت هم از اولویت های کاری حکومت می باشد. همزمان سرپرست وزارت زراعت، مالداری و آبیاری باورمند است که با ایجاد این صندوق و سرگیری فعالیت این صندوق بخش زراعت در کشور رشد چشمگیر خواهد داشت. این صندوق در سال 2010 به همکاری اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و تا کنون بیش از 11 میلیارد افغانی به کشاورزان قرضه داده شده است.
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که سفرش به افغانستان منجر به باز شدن یک دریچه جدید برای بانوان شده است. معاون دبیر کل میافزاید روی کرده را که امارت اسلامی در بخش آموزش و کار بانوان افغان انجام میدهند در مخالفت با اسلام قرار دارد و آن را منحرف کننده خوانده است. همزمان با این فوزی کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان جایزه شجاعت شهر بلباوی اسپانیا را به نمایندگی از جنبش بانوان افغانستان به دست آورد. خوشبینی امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل از سفرش به افغانستان. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد پس از سفرش به افغانستان در مصاحبه با الجزیره می گوید که سفر وی منجر به باز شدن یک دریچه جدید برای بانوان و دختران این کشور شده است. امینه محمد می افزاید که روی کردی را که امارت اسلامی در بخش آموزش و کار بانوان افغان انجام می دهند در مخالفت با اسلام قرار دارد. Having women and girls caught in the crossfire. ما در قسمت اجازه کار بانوان در نهادهای غیر دولتی پیشرفت هایی داشتیم. در بخش صحت و تغذیه نرمش در نظر گرفته شده، اما این کافی نیست. این آغاز کار ما است. تنها یک دریچه را باز کردیم و امیدواریم که بدون حساب برعکس بتوانیم به یک روند برسیم که این فرمان ها لغو شوند و دختران بتوانند به مکتب و زنان به کارهایشان برگردند. از سوی دیگر شهر بلباو اسپانیا برای تقدیر از شجاعت جنبش بانوان افغانستان برای این نهاد جایزه اهدا کرد. فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان این جایزه را به نمایندگی از جنبش بانوان افغانستان به دست آورد. ایتای یک چنین جایزه معتبر برای خانم فوزیه کوفی به عنوان یکی از زنان مبارز و شجاع افغانستان، آن هم در شرایطی که به شدت اعتراضات زنان در داخل افغانستان توسط جمع حاکم سرکوب میشه و زنان افغانستان از همه حقوق و آزادی های انسانی، بشری و اسلامیشان محروم هستند، انرژی بخش و در حقیقت قابل قدر هست. در کنار از این امیدوار هستیم که جامعه جهانی در راستای بهبود وضعیت زنان افغانستان از گام های عملی بیشتر استفاده بکنند. این در حالی است که شمار از جنبش های بانوان زیر عنوان جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، جنبش خودجوش زنان معترض و مکتب انتقادی کابل با نشر اعلامیه های اعلان کردند که اعتراض ها و فعالیت های آنان به طور کامل خودجوش و مردمی بوده و با هیچ فرد یا جناح سیاسی پیوند ندارد. امارت اسلامی اما پیش از این گفته است که همه حقوق بانوان در چهارچوب شریعت اسلامی مراعات شده و کار روی بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران هم جریان دارد. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی از ازبکستان خواست تا طبق توافق انجام شده برق مورد نیاز افغانستان را تامین کند. امیر خان متقی در نشست در کابل گفت که بر اساس قرارداد جدید میان مقام‌های امارت اسلامی و ازبکستان باید برق مورد نیاز افغانستان را تا پایان امسال تامین کنند. این در حالی است که امارت اسلامی چند پیش پیمان برق وارداتی ازبکستان را با کابل تمدید کردند، اما چند روز از تمدید قرارداد نگذشته است که برق وارداتی ازبکستان به افغانستان دوباره قطع شده است. افغانستان متکی به برق وارداتی از کشورهای همسایه خود است و بر اساس آمار شرکت برشنا، افغانستان در حال حاضر حدود 1600 میگاوات برق نیاز دارد که 70% آن را از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می کنند و 30% دیگر از منابع داخلی تامین می شود. دلتا از موږ ستر لامل، یعنی زموږ په عموم کې چې کوم مشکل ده د برق د نشتون، هغه تاسو ته معلوم ده د ازبکستان هیواد د تخنیکي ستونزه ده چې دا له ډېره وخته تاسو هم پې خبر یا او دا موضوع داسې نه ده چې دا صرف فلحال د افغانستان سره دا موضوع تړلې ده. دا موضوع د شاوخوا هیوادونه هم تاسو د هوا له لحاظه د اقلیمي بدلون په اساس باندې مشکلاتو سره مخ دی چې ډیر یخ ده په یغه هیوادو کې، او هلته چې دی کوم د ګازو سانان موجود دي، څاوې دي، د هغو څاوو د ګاز د کمښت یو لامل یې دغه مشتښول سوی ده. نو دغه اساسي مشکل ده چې زموږ له هغې طرفه برېښنا کمه ده، او دلته اوس فلحال موږ له دې مشکل سره مخ.
وزیر خارجه چین در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت امور خارجه خواست تا تدابیر قوی را برای تامین امنیت شهروندان و نهادهای چینی در افغانستان اتخاذ کنند. وزیر خارجه چین گفت که کشورش به امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند و به دنبال منافع شخصی و حوزه نفوذ خود در افغانستان نیست. همزمان آقای متقی گفته است که امارت اسلامی اقدام های مؤثر برای امنیت چینی ها و نهادهای چینی را در افغانستان روی دست خواهد گرفت. وزارت امور خارجه از گفتگوی تلفنی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با کینگ کانگ وزیر امور خارجه چین در رابطه به امنیت شهروندان چینی در افغانستان خبر می دهد. آقای کینگ کانگ وزیر خارجه چین در این دیدار از آقای متقی خواسته که باید تدابیر امنیتی قوی را برای شهروندان و نهادهای چینی در افغانستان روی دست گیرد. چین همواره به انتخاب‌های مستقل مردم افغانستان و اعتقادات مذهبی آن احترام گذاشته است. چین به امور افغانستان مداخله نمی‌کند و نه به دنبال منافع شخصی و حوزه نفوذ خود در افغانستان است. آقای متقی در این گفتگوی یک ساعته همچنان گفته که اقدام‌های مؤثر برای امنیت شهروندان و نهادهای چینی در افغانستان روی دست خواهد گرفت. د افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو وزیر مولوی امیرخان متقی او د چین ولسی جمهوریت د بهرنی چارو د نوی وزیر شاغل چینګ کانګ ترمنځ ټلیفوني وجدې خبرې وشوې. دواړو لورو د افغانستان او چین پر دوه اړخیزو ډیپلوماټیکو اړیکو ګډې سوداګرۍ او افغانستان کې د چینګ پانګونې امنیت او ثبات په تړاو هر اړخیزې خبرې وکړې. په پایل کې د بهرنی چارو وزیر مولوی امیرخان متقی صاحب خپل چینایي سیال ته د نوي ماموریت له امله مبارکي ورکړه او هیله څرګنده کړه چې د ښاغلي چینګ کانګ د مسؤلیت په موده کې د افغانستان او چین دوه اړخیزې اړیکې لا وده وکړي. متقی صاحب وویل چین هم په نړیوال سیاست کې او هم د افغان حکومت په بهرنی سیاست کې مهم ځای لري او افغانستان پر واحد چین باور لري. در این گفتگو متقی از تلاش برای امنیت و ثبات افغانستان یاد کرده و گفته که امارات اسلامی به هیچ گروه و فرد اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها را نخواهد داد. هر نوع تماس، گفتمان و دیالوگ مسئولین امارات اسلامی افغانستان با نمایندگان کشورهای منطقه و فرامنطقه و خصوصا کشور چین در این اواخر در مورد روابط دیپلماتیک تقویت و رشد تجارت و حل مسئله بحران سیاسی و اقتصادی افغانستان قابل ستایش و استقبال است. تا زمانی که در افغانستان یک حکومت مشروع و یک حکومت که قانونمند و پاسخگو نباشه ایجاد نشود، هیچ نوع تعامل با کشورهای منطقه و جهان قانونی نیست و در توافق با منشور ملل متحد نیست. درست است که چینایی ها علاقمند سیاست در افغانستان هستند. چین همیشه در پی منافع اقتصادی خود بوده و برای چینایی ها منافع اقتصادیشان در جهان و در منطقه بسیار با ارزش است. این در حال است که اخیراً مسئولان امنیتی امارات اسلامی دو تبع چینی را به اتهام قاچاق سنگ‌های قیمتی بازداشت کردند. به گفته ریاست استخبارات، حدود 1000 تن سنگ‌های قیمتی حاوی لیتیوم را از نزد شماره از قاچاقچیان کشف و ضبط کرده و همچنان 5 تن را به شمول دو تبع چینی در این مورد بازداشت کردند. با این حال سفارت چین در کابل تا هنوز در مورد بازداشت دو شهروند خود به اتهام قاچاق چیزی نگفته است. دیوید پتریوس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفته است که خروج نیروهای جهانی برای مردم افغانستان غم‌انگیز و فاجعه بار بوده و امارت اسلامی با تفسیر قرن 8 از اسلام به افغانستان تحمیل شده است. رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گفتگو با بی بی سی گفته است وضعیت در افغانستان در حال بدتر شدن است. دیوید پتریوس همچنان افزوده که آینده افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی کاملا مبهم به نظر می رسد و وضعیت و آینده بانوان این کشور تاریک است. این گفته ها در حال مطرح می شود که چند پیش زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان خطاب بر رهبران امارت اسلامی گفته است که حکومت سرپرست باید به خواستهای شرعی مردم افغانستان و علمای جهان گوش دهند. خواستیم در این مورد دیدگاه امارت اسلامی را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. یک سال و چند ماه می شود که نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان خارج شدند.
دوید پیتریوس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفته است که نتیجه خروج نیروهای جهانی برای مردم افغانستان غم انگیز و فاجعه بار بوده است. نتیجه خروج ما نه تنها دلخراش و غم انگیز بود، بلکه کاملا فاجعه بار بود و این ارزیابی طی یک سال و نیم گذشته به طور فزاینده تایید شده است. رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همچنان گفته است که چشمانداز آینده افغانستان کاملا مبهم به نظر می رسد و هیچ نشانه ای از پیشرفت در این کشور دیده نمی شود و رهبران امارت اسلامی تفسیر اسلام قرن هشتم را در افغانستان عملی می کنند. آنچه شما می بینید تحمیل مجدد نو رژیم با تفسیر قرن هشتم از اسلام فوق محافظه‌کارانه است که به افغانستان بازگشته است. پس از 20 سال فرصتی که ما با حضور خود در آنجا فراهم کردیم. همزمان با این چند قبل زلمه خلیلزاد خطاب به رهبران امارت اسلامی گفته بود که حکومت سرپرست باید به خواست مشروع مردم افغانستان و به ویژه علمای جهانی در راستای بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران توجه کنند. رهبران طالبان که تحصیل دختران و بانوان را در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها منع کردند باید به سخنان مولوی عبدالحمید گوش فرا دهند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران همواره تاکید کرده است که فرا گرفتن علوم دانشگاهی و علوم روز برای همه مردان و زنان مساوی است و برای هیچ نظام شایسته نیست که از تعلیم زنان یا مردان جلوگیری کند. این گفته ها در حال مطرح می شود که چند قبل امارت اسلامی با نشر اعلامیه کار و تحصیل بانوان را در افغانستان تا امر بعدی تعلیق کرد. آنچه با واکنش های تند مردم افغانستان، سازمان های جهانی و منطقه‌ای روبرو و پای مقام های عالی رتبه سازمان ملل متحد را به افغانستان نیز کشان. اکنون هم مهمترین های جهان در این بسته خبری. ده ها هزار شهروند اسرائیل روز شنبه در مرکز تل ابیب علیه اقدام‌های حکومت جدید راستگرای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور دست به تظاهرات زده و خواستار استعفای وی شدند. یائیر لپید صدر اعظم پیشین اسرائیل نیز در تل ابیب با معترضان پیوست. او در توییت نوشت افرادی که عاشق کشور هستند آمدند تا از دموکراسی، محاکم، زندگی مشترک و خیر مشترک آن دفاع کنند. لپید در ادامه متعهد شد تا زمانی که پیروز نشویم تسلیم نمیشویم. بر اساس تخمین رسانه‌های اسرائیلی حدود 100 هزار تن در این اعتراض‌ها شرکت کرده بودند که بزرگترین تظاهرات پس از به قدرت رسیدن مجدد بنیامین نتانیاهو به کرسی صدارت است. حکومت جدید نتانیاهو که مذهبی‌ترین و راستگراترین حکومت در تاریخ اسرائیل خوانده شده، پس از به قدرت رسیدن یک سلسله اقدام‌های جنجال برانگیز را اتخاذ کرده است. یکی از معترضان با اشاره به تغییرات پیشنهادی وزیر عدلیه گفت که این تظاهرات علیه دولت ضد دموکراتیک است. وزیر عدلیه حکومت نتانیاهو را به تاریخ 4 جنوری پیشنهاد کرد که بر اساس آن پارلمان این کشور اجازه خواهد داشت تا در تعیینات قضات نقش داشته باشند و با رأی اکثریت عضوهایش تصمیم‌های محکمه عالی این کشور را ویتو کند. مخالفان می‌گویند که این طرح به استقلال قوه قضاییه در اسرائیل پایان خواهد داد و موجب می‌شود تا جلوگیری از فساد در این کشور غیر ممکن شود. دولت جدید همچنین اعلام کرده است که قصد دارد سیاست توسعه شرکسازی در کرانه غربی اشغالی را ادامه دهد. بسیاری از وزرای حکومت از حامیان سرسخت توسعه شرکسازی در کرانه غربی هستند. پارلمان اسرائیل به تاریخ 29 دسامبر به حکومت جدید ائتلافی آن کشور رأی اعتماد داد و بنیامین نتانیاهو برای ششمین بار به عنوان صدر اعظم این کشور حلف وفاداری یاد کرد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که در مورد اعلامیه پسین اتحادیه اروپا نگرانی ندارد. جنرال حسین سلامی بر روز شنبه هشدار داد که شامل ساختن این سپاه در فهرست گروه‌های حراس افغانی یک اشتباه بزرگ خواهد بود. به گفته وی اروپا از اشتباهات گذشته خودش درس نگرفته. فکر میکند که با این بیانیه‌ها میتواند این سپاه عظیم را که سرشار از قدرت، ایمان، توکل و قوت و اراده است، میتواند متزلزل کند. این اظهارات جنرال سلامی بعد از آن صورت گرفته که عضوهای پارلمان اروپا روز چهارشنبه توافق کردند که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های حراس افغانی این اتحادیه شامل شود. این تصمیم به خاطر فعالیت‌های سپاه پاسداران در سرکوب اعتراض‌های پسین در ایران و ارسال هواپیماهای بی پیلوت ساخت آن کشور بر روسیه اتخاذ شده است. تنش‌ها میان ترکیه و سویدن افزایش یافته است. اعتراض‌ها از جمله سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم،
که بروز شنبه در شهر استکهلم پایتخت سویدن بر سر ترکیه صورت گرفت، تنش‌ها بین سویدن و ترکیه را به شدت افزایش داده است. پشتیبانی ترکیه از سویدن برای پیوستن آن کشور به ائتلاف نظامی ناتو ضروری است. پس از آنکه بروز شنبه یک سیاستمدار راست افراطی سویدن نسخه ای از قرآن کریم را در نزدیک سفارت ترکیه در استکهلم به آتش کشید، وزارت امور خارجه ترکیه با شدیدترین الفاظ ممکن این حمله به گفته آن وزارت رذیلانه به این کتاب مقدس را محکوم کرده است. به گفته وزارت خارجه ترکیه، اجازه دادن به این اقدام ضد اسلامی که مسلمانان را هدف قرار می‌دهد و به ارزش‌های مقدس توهین می‌کند، تحت آزادی بیان کاملا غیر پذیرفتنی است. اکنون هم آب و هوای کابل و چند ولایت دیگر و نرخ ارزهای خارجی در برابر پول افغانی. این بود خبرها در این ساعت. ممنون که با یک همراه بودید. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.